همشون را ببندم؟ آرا نمیگیرید؟ مکرر من گفتم بهشون چرا نمیگیرم جلو روزنامه ها را؟ من بگیرم جلوش را؟ و حتی اینجوری هم شد. ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان اینه. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنم بپذیرید قانون را. و خب آیت الله خمینی از ابتدا گفته بود که آزادی های پس از انقلاب مشروط است. ما آزادی میخواستیم یا آزادی در پناه اسلام ما میخواستیم؟ ما اسلام میخواستیم، اسلام هم آزادی دارد، اما آزادی بیوندوباری نه. کچفهمی ها از کسانی بود که حرف آیت الله خمینی رو اون زمون درست نفهمیده بودن و پشتش بایستادن. امروز روز آزادی، و این در حالی بود که ملت واقعا فکر می کردند اگر انقلاب شود ایران کویت خواهد شد. نه اینه بد خوندم. ملت اینجوری فکر می کردند که اگر انقلاب شه دیگه ایران کویته. این باوری بود که ما سال 57 داشتیم. اینکه این باور چقدر درست بود خودش قابل بحثه. اینکه این باور چقدر پیاده بود. این باور بود. آره. یعنی ما معتقد بودیم که اگر حکومت اسلامی بیاد نظامی میاد که از خودش اقتصاد داره، از خودش تجارت داره، از خودش روابط بین الملل داره، از خودش در مورد زنان مسائل حل کرده، در خصوص اقلیت‌ها مسائل حل کرده، و اگر اسلام بیاد در ایران حاکم بشه، تصوری که ما سال 57 داشتیم که اگر اسلام بیاد در ایران حاکم بشه اصلا ما دیگه مشکلی نداریم، بهشت میشه، کویت میشه. و استقلال از شرق و غرب به نوعی به دست آمد و باریکلا انقلاب جمهوری به ترتیبی شکل گرفت و بازم باریکلا انقلاب، اما آزادی های فردی و اجتماعی اولش یکم و بعدها دیگه اصلا به طور کلی از بین رفت و مردم در این مورد خاص گاه دلشون برای آقای محمد رضا شاه پهلوی تنگ شد و با حسرت از روزهایی صحبت می کردن که با اینکه زور داشت کاپیتولاسیون باشه اما حداقل انسان تا حدودی آزاد بود هر کاری که حال کرد بکنه، البته نه لزوماً هر جوری که خواست فکر کنه. شما به عنوان آخرین دفاع از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نپرسید. به عنوان آخرین دفاع اخلاص بود که مطالبی در اون که به نفع خودتون میدونید در مورد اتهام بفرمید. من به نفع خودم هیچی ندارم، من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم میتونم بشین و میشین. شما همونقدر آزادی دارید که از خودتون به عنوان آخرین دفاع دفاع میشین. من خدا دارم. اما در هفته که گذشت 9 دی رو زدن هی تو سر مردم که یعنی سبز مبز تموم شده، چپ برین اعدام میکنیم، رأفت اسلامی شوهر کرد رفت دیگه نیست، و 22 بهمن همه یا موافقین یا موافق، رای سومی هم وجود نداره. روز 22 بهمن روز اعتراض نیست، روز یک پاچگیست. اگرم هر اعتراضی که بخشی از جامعه ما که به حقم است اعتراض داشته باشن به بعضی رفتار دولت مردان ما، اینا روز 22 بهمن هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر کسی روز 22 بهمن اعتراض کنه ای از بین ملت ایران نیست. به عبارتی حق همه است که اعتراض کنن، ولی غلط میکنن اگه بکن.